سلام، پنجشنبه 17 مهر 93 9 اکتبر 2014 میلادی. ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه به دلیل مسافرت برنامه با کیفیت نازلتری خدمتتون ارائه میشه. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه دیروز تجمعی رو اعضای حلقه گروه عرفان کیهان برگزار کردند که رهبر این گروه آقای طاهری در زندان هستند، بنیانگذار این روش هم درمانی و هم عرفانی، و اخیرا اخبار ناراحت کننده در مورد ایشون هست. به هر حال جلوی دادستانی انقلاب تعدادی از اعضا تجمع داشتند ولی با ضرب و شتم، حمله و دستگیری مواجه شدند که 20 نفر از اونها کلن گزارش شده که دستگیر شدند. در مریوان هم تظاهرات برای دفاع از کردهای کوبانی با حمله و سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد، ولی امروز پنجشنبه دعوت شده در بسیاری نقاط کردستان و مناطق کردنشین، شهرهای کرمانشاه، ارومیه، سنندج، بانه، سقز، پاوه تجمع باشه، بوکان همینطور، و در تهران هم جلوی سازمان ملل دعوت به تجمع شده برای وضعیت کوبانی و کردهای سوریه در مقابله با داعش. موضوع دوم این که در ترکیه تظاهرات به همین منظور در دفاع از کردها و انتقاد به دولت سوریه برای عدم دخالت به خشونت کشیده شد و دست کم تا کنون 21 کشته گزارش شده. حملات شدید هوایی ائتلاف به رهبری امریکا گفته میشه مقداری داعش رو عقب رونده، به بیرون از شهر کوبانی رونده، ولی دیشب در آخرین لحظات شب گذشته گزارش رسید از اینکه داعش از 2 نقطه وارد شهر کوبانی شده. موضوع سوم اینکه آقای سردار قاآنی جانشین نیروی قدس سپاه، جانشین فرماندهی نیروی قدس سپاه مطرح کرده که گفته ما در درستی توافق ژنو حرف داریم، امریکا و غرب توجهی به انجام تعهداتشون ندارند و این از پست فطرتی اونهاست. البته جای سؤاله که جنرال سپاه جانشین نیروی قدس چرا باید اینطور خودش رو صاحب منصب کشور و مداخله‌گر در همه امور از جمله مذاکرات هسته‌ای بدونه. اما آقای مؤمن نسب، روح الله مؤمن نسب، عضو کمیته تشخیص مصادیق مجرمانی که عملا فیلتر سایت ها دستشون هست، هم عنوان کرده که دولت باید با شبکه های اجتماعی برخورد کنه. او گفته در وایبر به امام و رهبری توهین میشه و وایبر سرورش در اسرائیل، رئیس اون هم یک افسر موساد. البته چند وقت پیش اعلام شد که یک شرکت ژاپنی وایبر رو از بنیانگذار اسرائیلی اون خریده. هم حزب دموکرات کردستان ایران و هم حزب کموله اظهارات آقای علوی در مورد داشتن جلسه با این احزاب رو تکذیب کردند. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم در مورد اظهارات آقای مطهری گفته ایشون در جزئیات پرونده حصر نیست دولت. البته خلاصه حرف آقای نوبخت این است که دولت کاری دستش نیست، ولی ضمناً صلاح هم نمیدونه مسائلی رو رسانه‌ای بکنه. شهرداری تهران هم یک
یگان حفاظت درست کرده که شرح وظایفش رو که میخونیم بسیاری از وظایف نیروی انتظامی رو شهرداری برای این یگان قائل شده و به این ترتیب یک ارگان دیگه هم به دسته دارندگان تیغ و آدمکش اضافه شده. سه نفر از مرزبانان نیروی انتظامی در منطقه سراوان هم کشته شدن به دست گروه‌های مسلحی که حکومت میگه اشرار هستند و باید اخبار بیشتری در مورد اونها بیاد. و حمید سوریان برنده 7 جایزه مدال طلای جهانی و المپیک در کشتی هم که زمان در بحبوحه جنبش سبز با ناباوری مدال خودش رو به احمدی نژاد هدیه کرده بود اخیراً به زبان آمده و گفته که این کار رو من به اراده خودم انجام ندادم. البته گفته از اون هم الان ناراضی نیستم و در واقع شرایطی ایجاد شد و دیگران تصمیم گرفتند. موضوع چهارم این که روزنامه شرق مصاحبه مفصلی با آقای سلطانی عضو کمیسیون مجلس در مورد پرونده بابک زنجانی داشته. آقای سلطانی مطرح کرده 10-15 نفر لااقل رجال گردن کلفت کشور پشت بابک زنجانی هستند. شک کرده از اینکه اصلا ببخشید او در زندان باشه و گفته احتمالا در یک خانه امنه چون داره کارهاشو میکنه. از آدمهایی مثل رستم قاسمی، مصلحی حسینی و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی نام برده و ضمناً گفته که اقلن 10 زنجانی دیگه هستند و این حضرات به کار خودشون دارن ادامه میدن. وزیر اقتصاد و دارایی آقای طیب نیا هم عنوان کرده که ما به زودی 8 میلیون بیکار خواهیم داشت و دولت باید برای اونها در فکر کار باشه و در سیاست‌های ایجاد اشتغال توفیقی نداشت. مرکز آمار میگه الان 2.5 میلیون نفر بیکار مطلق داریم ولی کسانی که جزو بیکارا محسوب میشن به حدود 6 میلیون نفر میرسن که میشه گفت نرخ بیکاری 25% رو رقم میزنه. بیماری سرطان هم عنوان شده که سالیانه 100,000 نفر ابتلا به سرطان در کشور افزایش داره. اما موضوع آخر این که جناب آیت الله جوادی آملی فرمودند که کمال زن در این نیست که پایش رو دراز کنه و مدال بیاره، کمال زن در تربیت فرزندان صحیحه. ایشون فهمش از ورزش همینقدر و به زن فقط به عنوان تولید مثل نگاه میکنه. اما امام جمعه اردبیل هم فرمودند که سالیانه 11 میلیون کتاب علیه شیعه منتشر میشه. ایشون یا نمیدونه 11 چه عددی است، 11 میلیون چه عددی است، یا کتاب نمیدونه چه موجودی است. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.